خب خانم مریم تشریف دارن ایشون؟ سلام، بله من هستم. سلام، احوال شما؟ ممنون. خب اولین موضوع این که ما کلمه آدرس که اصلا لازم نداریم، قرار شد کلمه ایمیل هم حذف کنیم، ایمیل هم قرار شد کپیتال بزنیم دیگه از این بعد که راحت تر باشه. خدمتتون عرض کنم که اینم همینطور، اینم خیلی چیزی نمی‌سازم، اینجا استانداردش همیشه کاماست. بعد نهایتاً در پایان چیزم یه خط بندازیم قشنگش کنیم. آها، هر وقت رو ایمیل این چیزی میزنی خودش چیز میشه، هایپرلینک میشه، هایپرلینک شو بعدم باید پاکش بکنی حتما. خب پایین صفحه همینطور مشابهن و یه چیز کم داره، چیه دوستان؟ پیج. پیج حتما بذاره، حتی اگه یه صفحه است، چون بدون آقا یه صفحه است مثلا. خب پوزیشنی که اپلای کردیم مارکتینگ انالیسیس، that's good I like it. ولی این خط تو دیگه من نمیدونم چی گذاشتیم. شما همینو اول یک ابجکتیو میدونی، باید بیاد اول دو تا نقطه. حالا اگه میخوایم جمله بنویسید that's good. خود من شخصا میشن نمینویسم، جمله خیلی خوبه برای کسی که میخواد بخونه، ولی اگه کامپیوتر اسکن کنه ممکنه این کلمه رو وسط کار گم بکنه. ولی خیلی جمله بنویسم that's good. qualification همینطور، اینا همه فوندیشن 11 است درسته، ولی اول بیاد 6 تا آوردی چه با کوالیفیکیشن هاتون. آها یه چیز دیگه میخوام به دوستان بگم تا حالا مطرح نکردیم، وقتی شما کوالیفیکیشن ها نوشتید 5 6 تا مثل ایشون 6 تا 7 شده مال ایشون البته، بعد سورتش بکنید که کدومی که اول باشه بهتره، کدومی که قوی تر اول باشه، چشمگیر باشه، این مهمه. و یکم سعی کنید اینکه وقتی کامپیوتر برنامه‌تون رو میخونه کلمه کلیدی رو رد نکنه. آره باریکلا. مثلا من الان نگاه کردم این که خیلی مهمتره فکر میکنم تا پرابلم سولوینگ، چون پرابلم سولوینگ یه چیز عمومیه، این یه چیز کاملا عمومی همه دارن، یعنی همه اگر نداشته باشن میگم ما داریم، ولی یکی که شما اول آوردی خیلی بهتره، مارکت ریسرچ. That's good. That's actually خیلی good. اکسپرت رو به کار نبرید. کلمه اکسپرت رو به کار برید قشنگتره ها. حتی ولی نمیم چند سال ثابت کار داری، ولی اکسپرت خیلی قشنگتره کلمهش. اکسپرت این مثلا، حالا مثال زدم خدمتتون، مارکت ریسرچ. اپس خیلی پاک کرد. بس تو ما صدام نمیره، ما صدام بست است. بس تو اومدی. خب مارکت ریسرچ. بس تو اومدی بیجی میخوری. استرانگ اتنشن. تیم پلیئر. هولد های استاندرد. شما سه بار چهار بار کلمه ریسرچ به کار بودی؟ یکی دو تا آب بخور. آره این یکم خوبه، ولی یکم درست سرش کنی فکر قشنگ‌تر بشه، ولی خوب چاله بود. خب سوشال میدیا مارکتینگ انالیسیس that's good. کاما کمپانی کار کردی نمیخوام بنویسین؟ اگه میخوام بنویسین نوشتم. این چدر فاکس اسم کمپانیه. آه چدر فاکس کمپانیه واشنگتن دی سی سیتی تونه. اوکی خب این میاد اینجا قرار میگیره. چرا پاک کرد قبلی رو؟ امیدوارم تیبل استفاده نکرده باشین. چرا تیبل استفاده کردین؟ پاک میکنش. خب بعد درستش کنی خود. دوستان تیبل اصلا استفاده نکنید. چند سال بودین؟ آه تازه شروع کردین؟ خب اینجا شما یه گپ بزرگ دارید پس. اینو باید درستش بکنید.
شما فرمودین علت گپ رو باید بنویسم، درسته؟ نه، فکر بکنید که چجوری میتونید بنویسید، بعد توضیح بدید. آره آقا من توی 3 سال حالا چه میدونم خونه بودم، بچه داری میکردم، نمیدونم درس میخوندم، ریسرچ میکردم، یه چیزی باشته باشه که طرف بین 2017 تا 2020 براش سال پیش نباشه. حتی مال شما 2020 نیست، چون جنوری میشه 2019. نیاز هم نیست ماه بزنید، میتونید بزنید مثلا مثال اگه بخوام اینو برای شما درست کنیم، میشه فرض کنید مارچ اونجا بودید، اپریل فرض کنید 2018 تا دسامبر 2019. فکر میکنید که اگر بنویسم work authorized نبودم توی آمریکا اشکالی داره؟ آره خیلی هم مثلا سازن بلک لیست میشین. نه اصلا چرا استادی؟ تو خونه استادی کنی آنلاین، چه اشکال داره؟ دروغ نگفتین که داشتین انگلیسی میخوندید. باید آمادگی داشته باشید، بنویسید اینجا و آمادگی توضیح بدید که استارنی من داشتم بچه داری میکردم، داشتم انگلیسی میخوندم، داشتم خودم آماده میکردم برای فرض کن مارکتینگ میخوندم آنلاین توی یوتیوب. و یه کاری باید میکردی اینجا خودتون میگم باید یه کاری میکردی، معنی نداره بیکار بود توی سالی. حالا از خودتون الان میپرسن اتفاقا، خود اصلا اومده مصاحبه برای خود من بهتون میپرسم خب توی سالی ورک اوتورایزیشن چی چیکار میکردی؟ درست. نه واقعا چیکار میکردی؟ دارم میپرسم. خب من همین کورسای آنلاین مارکتینگ و یه سری خب همونه بنویسید، میگه آقا من 4 تا کورس گذروندم، بعد طرف میفهمه که او به قول خودش میدونی چی بهش میگن، میگن تو از وقتت به بهینه استفاده کردی، این میخواد اینو بدونه. درست. چون اگه هیچی ننویسی طرف میگه او پس نشسته تو کش فقط مثلا آبجو میخورده، پفک میخورده، چه میدونم چیپس میخورده و فیلم نگاه میکرده. خیلی کارو میکنن ها، شاید برای ایرانی ها دور از ذهن باشه ولی واقعیت اینجا. بله درست. خب خدمتتون عرض کنم این هم مشابه همون این جالب درست کردید. حالا ببینید چیکار کردید. That's good. حالا اینا که فرمتش درست میکنیم مثل همون، پایینش هم که قرارش درست بشه. خب that's good. education MBA این هم میاریم بالا میذارید، گرچه الان دیگه دانشگاه شریف هم میشنسن، اگه قرار بود نشنسن دیگه الان میشنسن دیگه. سپتامبر 2014 شما دیر باید بزنید از کی شروع کردید تا چهر، مثلا 2011 مثلا به 2014 مثلا. دوستانی که ایوالویت کردن مدارکشون رو حتما بنویسن، خود منم شخصا کردم این کارو، هم تو کانادا هم تو آمریکا. این خیلی مهمه و گاهی اوقات اصلا لازم هست. الان چون که ایرانی خیلی زیاد شده تو کانادا آمریکا، شاید دیگه خیلی مردم انجام ندن ولی و دیگه قبول کنن. اون زمانهای ما قبول نمی کردن اصلا، تا زمانی که شما ارزیابی نشده بودی کسی برون کار مهندسی یا کار تخصصی بهت نمی داد. ولی الان دیگه نسبتا بیشتر قابل قبوله، اونم به واسطه مسائل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اینها به اقدار اوضاع بهتر شده. خب اینم به اسکیل، اسکیلاتون خیلی جالبه. این خیلی لنگویجتون لازم نیست اینجا، گرچه شما حالا مارکتینگ ریسرچ اپلای میکنین آه ممکنه ده ای سو سو بقول اینجا یه سو سویه. من خودم شخصا نمیذارم، اگه خود من باشم نمیذارم دیگه، تصمیم با خودتونه. مایکروسافت آفیس ام اس اینا رو بزنید ام اس، عشان خودشون ام اس رو میشنسن. بقیش خیلی عالیه. That's good. خیلی ممنون. مرسی. خواهش میکنم. ببخشید من یه سوال اینجا بپرسم. ما چند تا پنل دارید، هر کدوم از اینا یه فونتی داشتن. اصلا از نظر بعضی ایرادای تیپوگرافیکال خیلی زیاد داشتن. اصلا قابل اتفاقا همچین اشتباهی داشته باشه. آره اتفاقا می‌خواستم اینو خدمت شما بگم. فونتی که همه اینا استاندارد می‌ذارن، حتی الان برمیگردم روی یکی دیگه مطمئنش می‌کنم. فکر کنم اریال باشه، الان پیداش میکنم. باید فرما استاندارد خودش باشه، نمیتونی یه فونت بیشتر نباید در کل رزومه باشه.
هر فونتی که دوست انتخاب کردید، اگه استانداردش انتخاب کنید، اریال انتخاب کردید، تمامش باید اریال باشه. نمیتونید فونت رو عوض بکنید، هر چیزی یه فونت داشته باشه. سایز هم همینطور، همه 10، فقط تایتل ها 11. علتش هم اینه که ما در حقیقت میخوایم متن رزومه رو انتقال بدیم به خواننده، قرار نیست کار گرافیکی بشین انتقال بدیم. رو خود همون فونت که چه فونتی باشه اصلا توافق وجود داره؟ آره آره داره، الان میتونی نشون میدم. خب این رزومه که دوستا بود که RTF فرستادن، اگه دقت کنیم باز نشد، این مشکل عمده است. به هیچ وجه RTF نفرستید، حتما وردش کنید، PDF بسازید. خب خدمت هستم، من فکر می‌کنم همه رزومه رو نگاه کردم، زدن چرا باز نشد. خب RTF باز نمیشد، چرا؟ چرا اصلا باز نشد؟ رزومه ای هست که من نگفته باشم؟ آخرین رزومه چه رزومه ای باشم؟ چند بود؟ شیشو نگفتم. آقای مصطفی بهمنی هستن ایشون؟ آره من هستم. آره رزومه شما RTF هستش. آره من اینو از یه دونه وبسایت رزومه میکر گرفتم، اونم RTF بهم داد، من وقت نکردم تغییرش بدم حقیقتا. یکی رزومه تو RTF هست، یکی استانداردش که من نگاه کنم چه اتفاق افتاد برای رزومه تو. آره این دقیقا همین اتفاق برای خودم، چون همش تیبله، الان میخوام عوضش کنم و ببرم رو هم فرمتی که شما فرمودید. اینه که به دوستان گفتم اصلا تیبل نظری نگاه کن چه اتفاقی میفته براتون. این رزومه رو میفرستی برای یه شرکت، الان داره میاد. به هیچ وجه نگاه نمی کنه. وحشتناک شده. آره متوجه شدم. به هیچ وجه نگاه نمی کنه. اولا این چیزی که شک میکنه چون خیلی حساسن. این رزومه ویروسیه. اولین کاری که میکنه سری پاک میکنهش. ایمیلی هم که براش فرستادیم بلاک میزنه، میگه این داره ویروس میفرسته. خب میرون رزومه بعدی آقای علی محمدیان، ایشون هستن؟ آقای علی نیستی شما؟ خب ما چون قول دادیم رزومه هایی که الان هستن نگاه بکنی فعلا، اگر وقت کردیم این رزومه بقیه. اوکی. خب آقای خانم مهزاد فکر میکنم، درست میگم؟ ایشون هم نیستن؟ بله هستم. خب تشکر. خب خانم مهزاد از بدیم که اول این هم بازش کنم توی یه صفحه. آه جالبه، اصلا هیچ یاد نمیشه گرفت. یک کاری کردی که ما نتونیم یاد بگیریم و... خب نه یه ایراد داد بگیرم فایده نداره. این قسمت خط پایینه که میبینی؟ آها شما پایین رو باید تو فوتپرینتش میزدید. بالا رو چی؟ بالا هم تو فوتپرینت نه. اوکی حالا منتشم چی شده. اینو زنمتون درستش کنم. این میره داخل در حقیقت فوتیجش. فکر میکنم نه نمیشه. خب بعد اینو درستش بکنید خودتون، برید تو اینزرت و بله بله اونو متوجه نشده. آره. بودم اومد متوجه. آره پایینم چیزون کمه، پیج اینم کمه، در جایم باشید. خب اگه نگاه کنید چه اتفاقی افتاد الان، قسمتی که الان باید تو خط صفحه دوم میومد اومد تو صفحه پایین صفحه اول، اینو وارد وسط خرابش کرد.
بخاطر داشتن فوتج هدر خیلی به درد میخوره و سیستم درست میکنه. ابجکتیو یه پوزیشن شما باید انتخاب بکنید دیگه، تصمیم میگین چه پوزیشنی دنبالش میگردید. این ابجکتیو قابل قبول نیست کل پوزیشن رو همزمان تو یه دونه رزومه داشته باشید. آخه اگر اینقدر مثلا اسمای متفاوت میسازن، میخواست همین رو شما بگم، دو حالت داره، یا باید اسم عمومی انتخاب بکنید، مثلا فرض کن ماتماتیکال انجینیر یا ماشین لرنینگ انجینیر، دیگه اینو نگه دارید. خب ماشین لرنینگ انجینیر با ساینتیست تقریبا یکیه، اینا رو باید یه جوری نگه دارید و یه اسم. اگر میخواین رزومتون متفاوت باشه 6 تا 7 رزومه درست بکنید که تایتلاش فرق کنه، بادیش یکی باشه مهم نیست. ولی این الان نمیشه اینجوری، باورتون بشه یا نه کامپیوتر قبول نمیکنه، ایرار میگیره به بعد اصلا کنه حذف میکنه، چون گیج کننده است براش، یعنی چون چرا پوزیشن رو قایم اپلای کنی. درست. خب سامری اوکی، منظور سامری چی؟ کوالیفیکیشن. بله. خب بعد خود کلمه کوالیفیکیشن بیارید. کوالیفیکیشن That's good. I like it. Qualification خوبیه. هیچ اسکیلی توش نیست. فکر می‌کنم پایین اسکیل رو پایین آوردی. درسته نه؟ بله. خب خیلی هم خوب. کجاست اسکیل از اون؟ من نمی‌بینم. نه آورد. او اینجاست. Technical skill. اوکی بذاریم بگیریم بالا. یک گیج شدن باشه بخواییم. خب. پرفیشن اکسپریانستون درسته؟ این پوزیشنتونه؟ بله بله، در واقع من این تاپیک اون پروژهیه که داریم کار میکنیم. من بعد پوزیشن رو گذاشتم لید ماشین لرنینگ انجینیر، بعد اسم کمپانی رو گذاشتم. خب نه نمیشه این کار رو بکنی، چرا پوزیشنتون باید اینجا باشه؟ چرا فرض کنم من نوعی HR منیجر که الان بگیم، حالا فرض کنید چون منیجرم میخوام اینو ببینم روز شما رو، اینو به عنوان پوزیشن شما میدونم، ممکن شما هدفتون چیز دیگه است ولی پوزیشن اینجا پوزیشنه. شما اینجا ببینید پوزیشن هم چیه توی این کار پروژه، ممکن شما تو پروژه رو پایین باید توضیح بدید. این کل پروژه است؟ بله اون تاپیک پروژه هستش و بعد اون کاری که مثلا توی پروژه. خب پروژهتون باید اینجا باشه تو این کاری که انجام دادید. الان کمپانی، اسم کمپانی کجاست؟ اینه؟ بله بله. خب این باید بیاد بالا. حالا تو درست داریم میشه، حالا اگه خود دوست داشتین اسم شهرش هم می‌نویسید، درخواسته نمی‌نویسید مثلا. خب الان این شد تایتلتون، اسم کمپانیتون، اسم شهری که هستید و تاریخش. الان اینطوری درست شد. حالا اونجا شما توضیح میدید چه پوزیشنای کار، چه پروژه کار کردید. اینجا توضیح میدید حالا 4 5 تایی رو، ولی از فوریه که الان 2 ماه شده، بله 4 تا درسته، 5 تا درسته، خیلی هم زیاد نباید باشه. آها در جریان باشین دوستان، اینجا اگر 2-3 ماه بیشتر کار نکردین نمیتونین اینجا یک آلم بنویسید. طرف تعجب میکنه میگه 3 ماه تو این کمپانی هستی چی همه کار انجام دادی، و بالعکس اگه 10 سال اونجا هستی 2-3 تا بنویسی طرف تعجب میکنه میگه یعنی تو 10 سال 2-3 جاب انجام دادی فقط. مثل ایشون همینجا همینطور، این هم پس همینطور، این هم باید اصلاح کنید. پوزیشنی که دارید داشتید که تا این دیتا انجینیر بوده پوزیشن شده مالا، این باید بیاد درست انجام بشه. تعدادی که نوشتین نسبتا خوبتون 2 سال اونجا بودید دیگه، 2016 تا 18. That's good. من نمیدونم اینجا این چیه تو خط بعدی، ادامه همینه؟ بله اون ادامه همونه. خب این دیگه لازم نیست اینقدر زیاد باشه، چون قبلا گفتم توی رزومه اینقدر لازم نیست جزئیات بنویسید، ولی یک کلمه بیاد خط دوم بگیره. درست. بذار جزئیات رو زنگ بزنه به پورت ازتون. بله. گاهی اوقات دوستان اگه میخواین میتونید بزنید دسامبر بزنید، اگر راحت تره که خیلی ها میگن این کارو بکنید عدد بزنید بهتره، چون جا بیشتر دارید برای تایپ کردن. تو من حالا منظورتون که تاریخ بوده الان نگاه کنید اینجا خیلی زیاد شده.
خب این از این اینم که قرار شد درست بکنید اکادمیک پروژکت. اکادمیک پروژه علاقه یک پروژه هست، اصلا لازم نیست دیگه، یک کمپانی هست دیگه، بهش این کار رو بکنید، اصلا لازم نیست فکر کنم، چون شما در کار اکادمیک نمیگردید، دنبال کار اندستریال میگردید، استخدام میشه. بله. خب بعد این تکنیکال اسکیلتون یه لینک دارید که قرار شد لینک دیگه نذارید. اون لینک توی به در واقع چون توی کار دیتا ساینس معمولا میگن که اگه کدی مثلا داشتین یا مثلا لایبرری بوده حتما کداشو نشون بدین که ما ببینیم. مثلا من سعی کردم برای هر پروژه در واقع لینک اون پروژه رو بذارم که خب در واقع بفهمن که مثلا من دروغ نمیگم، مثلا این نه در واقع یه اویدنسه که مثلا من این کارو انجام دادم مثلا. آره آره، برای اون چیز خاص اگر هست، این اسم شما اونجا هست؟ بله. آه that's good. حالا اگر اسمتون اونجاست، یه موردی که فهمیدم فونتش ای تایمز نیو رومز آی تینک، فکر میکنم بذاریم چه فونتی میاد بالا، این تایمز نیو رومان هست. آره رومان هست، این خوبه اتفاقا، ولی چیزی که هست اصولا اینجا سایزش 10 و تایتل 11 است، ایشون 11 به کار برده و این تایتل اصلی که میاد میشه پرفرنسی 12. نه ایناش خوب رو کار بردین شما و ایتالیک هم نباید اینجا باشه، حتی حالا چون اینجا فون ایتالیک هم بخاطر ایتالیک شده که لینک بهش وصل بوده. نه اون ایتالیک نیست، اون فرمت لینکشه. میگم لینکه چون لینک بوده اینجوری شده. خب That's good. یکی دیگه فاصله این دوتا خط همیشه میگن 1.5 بذارید، خیلی هم به هم نچسبه. درست. ظاهرا نمیخواد موس با ما همکاری کنه بیاد نشون بده. خب اسکیل کامپیوتر ساینس اسکیل That's good. Programming اسکیل اینو فکرم کلن یعنی 1.5 بذارید بهتره، چون من احساس کنم خیلی شلوغه. یک کار دیگه هم حتما انجام بدید دوستان که خود من گاهی اوقات فراموش میکنم متاسفانه، اسپلین چک رو حتما انجام بدید. اپس خب اینم ام اس، همه اکثرا برون ام اس میشناسن اینجا. خدمتتون عرض کنم که that's good. اینم سعی کنم نگاه کنم، این تیکاش هم لازم نیست دیگه، همین که اول چه گفتید بذارید که از اون بپرسن، هی برید اینجا توشه توضیح بدید. درست. یه خطی باشه بهتر، خیلی شروع باشه اکتیویتی. اوکی that's good. شما اکتیویتی اضافه کردید. Honor that be gorgeous. اینا خوبه، اوارده که داشتید خیلی خوبه. level course ولی یک تیبل دارید اینجا که این تیبل نباید می بود. از تیبل گذاشتید میدونم برای چیه، بخاطر اینکه بعد اینجا بتونید استفاده کنید، کم سخت داری اینو که روی رزومه من کپی کردید ها. خب شما وی اف تی چیکار کردید؟ خب خدمتتون عرض کنم، ولی خوب بود، خوشم اومد، خیلی جالب بود، یعنی باورتون شده 10 تا رزومه فیلم میگم این رزومه خوبی بود، خیلی عالی بود، به غیر از اون بالا پایین که بعد درست میکردیم بقیهش و این جاها رو that's good. خب خیلی ممنونم، متشکرم. خواهش می‌کنم بذار سیوش کنم براتون، سیو شد فکر می‌کنم. این رزومه چندم؟ هشتم بود. آی دکتر من علی هستم، رزومم رو باز کردین مجدد بستین، من نتونستم با صحبت کنم. بله ممنون. کدوم آقا؟ ما چاپنش علی داریم اینجا. شما ایمال شماست نه آقای محمدی اومدی؟ بله ایمال منه. بله. او دتس گود. خب چقدر خوب به موقع گفتید. خب اولین موضوع جناب علی، این با اون فرمتی که ما توی جلسات اول رزومه نویسی گفتیم و از اول امشب هم صحبت کردیم متفاوت هست. این بعد اینجا شما باید جوابتون رو میگفتید، بعد شهرتون رو که فکر میکنم اینجا گفتید. بله بعدم کلا قرار شد توی یه خط باشه همش و بزرگ و کوچیک هم نباشه دیگه، فرمت قرار شد که همه
یه بعد خودتون درست بفهمید چون تو داره خیلی برمیخیدی. بعد این که از این هم که در حقیقت بعد میومد اینجا پایین هم همینطور پیج رو بیارید آخر این ور بذارید بله. این هم کپی بالا باید باشه، دقیقا پایین بالا یکی فقط پیج اضافه میشه. بله. خب ابجکتیوتون اینجا حالا شما دو سه خط نوشتید، اگه مثل این دوست دیگه همون توضیح بدید بعد فکری نیست، ولی اول باید ابجکتیوتون رو بزنید اول که چه شغلی میخواید، مثلا سیویل انجینیر میخوام دنبالش بگردم. نه اونجا نوشتم من پروژه کوردینیتور. خب اگه پروژه کوردینیتور میخواید اینجا اول سیویل انجینیر شروع شده، پس این دو تا تضاد داره با هم. اگر شما این سعی کنید اگر میخواین جمله بندی اینجوری انجام بدید حداقل با پوزیشنی که اینجا میخواین تایپ کنین یکی باشه، این خیلی مهمه. چون من خودم شخصا اگه به دیدگاه HR نگاه کنم گیت شدم الان. شما اگه اینجا پروژه کوردینیتور دنبالش هستید حتما پایین هم بزنم پروژه کوردینیتور with 10 years experience. خب آی دکتر این مشکلیه که سیویل انجینیر ها اینجا دارن، یعنی سیویل انجینیر توی ایران بک‌گراند کانستراکشن ممکنه داشته باشه، اما اینجا کسیه که فقط کارهای محاسباتی انجام میده، ولی من مدرکی رو که دارم سیویل انجینیره. حالا نمیدونم چی باید بنویسم. سیویل انجینیر که شغلاست که نمیدونم شاید ده ها پوزیشن داره. من خیلی دوستام سیویل انجینیرن، شاید تو شرکت خودمون حداقل 100 تا سیویل انجینیر داریم ما. هر کدوم یک کار انجام میده، بعضیشون محاسباتیه، بعضیشون تو جاب سایت ویزیت میکنن، بعضیشون اسپکتورن. سیویل انجینیر کلمه عمومیه، مثل الکتریکال انجینیر، مثل مکانیکال انجینیر، مثل دیتا انجینیر که خانمی که الان بودن، اینها یه چیز عمومیه، جنراله. خب من کارم توی فیلد بوده، یعنی کار محاسبات نمیتونم. نه نه بوده رو ولش کنی، الان چیزی که شما اپلای میکنی باید مچش کنی با اون چیزی که هستید. اگه اینجا بزنید هم پروژه کوردینیتور بودم همین رو ادامه بدید، بک‌گراند سیویل انجینیر رو دارید خب طبیعتا، ولی ناگفته نمونه پروژه کوردینیتور حتی نمیدونم، حالا باید جزئیات رزومتون رو ببینم، ولی در کل این پوزیشنه که شما باید حتما ایژوکیشن بالای مهندسی داشته باشید یا میتونه هر کسی این کار انجام بده؟ نه نه میتونه که نداشته باشه. خب همین رو حد زدم. پروژه کوردینیتور یا استیمیتور اینطور چیزها شغلایی هستش که شاید طرف اصلا نیاز به انجینیرینگ نداشته باشه و احتمالاً شما رو کوالیفای کنه. نمیدونم حالا باید نگاه کنیم بازم. یه سوال در همین مورد بپرسم. منم سیویل انجینیرم، بعد 8 سالم سابقه کار در ایران دارم، ولی الان اینجا پی اچ دی میخونم. بعد اپلای کنم، این مشکلی که دارم همینه، یعنی من باید اپلای کنم برای فرض کن سیویل انجینیرینگ انجینیر این ترینینگ و امتحانی هم که دادم سرتیفیکیتی که اینجا گرفتم همون EIT هست. آیا من باید این 8 سال آره دیگه رو من بیارم نیارم؟ اگه بیارم شانس خودم رو کم نمی کنم؟ اوور کوالیفای میشه دیگه. اگه EIT بخواین اپلای کنید اوور کوالیفای میشه. چرا اصلا EIT اپلای کنید؟ چون من PE رو ندارم، PE ایران رو دارم. منم الان درگیردار PE هستم، ولی خیلی از بچه ها اینجا PE ندارن تو شرکت ما. الان اگه من PE رو تموم کنم، اولین PE تو شرکتم که تو رشته مهندسی برق گرفتم. سیویل زیاد داریم، ولی خیلی از بچه الان زیاد نداریم، چون 5 بچه سیویلون از توی 150 نفر پی گرفتن، بقیه هیچ کم ندارن. ولی EIT رزومه شما اومده توی این لیسته؟ رزومه من خراب بود، همون که RTF فرمت بود. اوکی، پس بزن دوره بعدی که رزومه ببینم. الان نمیشم رزومه درستش میکنم، امشب براتون مجدد میفرستم. نه دیگه فکر میکنم امشب دیگه نرسیم، الان 7 شبه. اجازه بدین بریم برای بفرستی، چون دیگه دو از بچه هم قرار بدن بفرستم خدمت کنم که حالا به حال این دوتا بچه ها من توضیحاتی که میدم فقط برای این دوستمون آقای علی نیست، برای همه بچه هاست. این باید برای اینا مچ باشه اگه میخواین توضیح بدید. اگر اینجا توضیح بدید برای پروژه کوردینیتور ممکن است اوور کوالیفای بشید، چون 10 سال سیویل انجینیر باشه طرف میگه آقا میخواد یه 2-3 ماه بیاد اینجا حقوق قسط خونش عقبه، اجاره خونش عقبه، بعد دنبال کار دیگه میگرده بلافاصله. اینا دنبال نیرو میگردن دائم پیششون بمونه، حداقل 4-5 سالی بمونه. اینه که بخواد میگن اوور کوالیفای نباید بشی. شما جنشی پروژه کوردینیتور میخوای، از این جنشی من پروژه منیجرم کار کردم. That is big big question mark. چی میخوام بگم؟ خب توی ایران کار کردم.
آقا ولش کن ایران، اینجا الان چیزی رزومه داره میاد، رزومه شما داره میفرستی دیگه، لازم نیست بنویسی، اینو پاکش کنیم، بگی من نگی هستن، لازم نیست بگی. خب کوالیفیکیشن اصلا این کوالیفیکیشن نیست، بعد مثل کوالیفیکیشن قبلی که خانمی که نوشته بودن کاملا جمله به جمله بنویسید، کاملا قشنگ نوشته بودیشون. خب این از این اسکیلاتونم is not bad actually برای این شغل، چون خیلی های لیول نیست، اسکیل اول آوردین هم بد نیست. خود از این اکسل اوکی اینا اوکی، اسکیل فقط یک کلمه است، لازم نیست این دو کلمه دیگه کار بردیم، مال کوالیفیکیشن مال اسکیل نه. اکسل ام اس پروژکت اوکی، بعد اتوکد خودش مستقله دیگه، شما اتوکد رو بنویسید اوکی حد بعد پروژه اکسپرینس هم که همینجوری قبلا صحبت کردیم، حتما اینو باید بر اساس فرمت بنویسید. ایتالیک به کار آورده، اصلا نیاز به ایتالیک نیست، نام ایتالیک شده، نگاه کنید اینا باید بگرات عادی خودش. بله آره. خب خدمتتون عرض کنم که 2019 چند ما بودید، اینم همینطور باید مثل رزومه که ایشون نوشته بود مثلا این خط یک کاره انجام دادین، دوباره اینجوری اصلا جمله بندی نمیشین، دو نمیخوام جمله بشه اینجا، فقط یه خط یه خط و توضیح بدید و پوزیشنتون که بوده کانسالتنگ اتانا پوزیشنتون بوده. بله بله. اول بیاد اول بیاد بله. آره ویدیو رو من تو کانال تلگرام لینکش گذاشتم، نگاه بکنید، خیلی از اینا رو میتونید خودتون درستش بکنید. بله. خب بعد خدمت رو عرض کنم مشابه هر همینطور اینجا چیزایی که شما الان توضیح دادید اینجا کوردینیتور زدید that's good. آره. خب چون اینجا اگه بنا رو مهندسی بزنید ممکنه سریعا رو کوالیفایتون کنن. اوکی ببخشید من قسمت اگه بتونم این سوال بپرسم. آره بفرمایید. ببینید اینجا که شما در حقیقت اکسپریانس ها رو پوزیشن باید مشخص بشه، بسیاری بچه هایی که گراجویت بودن خب اون اکسپریانسشون در موده در حقیقت منطبقه با مثلا پی اچ دی شون، اونو باید چه پوزیشن بهش بزنن؟ ریسرچر مثلا من دیدم بچه ها میزنن یا ریسرچ اسیستنت و اینها. این بقیه ارتباطش بدن. خب برای قسمت پروژه یه چیز پروژه اکسپرینستون که همه سهم باید بشه روی ایژوکیشن ها، اینجا دیتش رو نداریم الان. خب دیتش رو چون مال 20 سال پیش بود نزده. آه اوکی چیه SMAS اینه چیه منظورتون؟ اینا سه تا کورس بوده من توی کالج گذروندم بعد اینطوری نوشتم، حالا نمیدونم گفتم چون که یعنی چی. نه این که نوشی SDMAS ای چی منظورتون چیه؟ این سان دیگو مسا کالجه. اوکی خب اول که سوال خیلی که مقال گیش کننده بود اوکی نه اسم کالج رو بنویسید اصلا و بعدم 2017 باید اصلا اینجا آخر باشه، اصلا اینجا نباید باشه 2017 که اصلا آخره بعد اگر اینجوری شما کالج خودش تایپ کنید اسپل اوتش کنید. نه از این نظر که اگر انجینیر باشه شاید مناسب نیست که کسی اومده باشه اینجا کالج گذرونده باشه. نه نه اینجا طرف با پی اچ دی هم دارن کار میره کالج دوره میگذرن چون دیس نورمال. ایران اینجوری بود، من زمانی که یادم میخواستم بیایم اینجا روز تو فرودگاه مهرآباد الان قبلش دوره میگذروندیم دوره آموزشی که میخوایم بریم خارج به ما میگفت تمام مدارک تحصیلیتون توی فرودگاه زیر پا بذارید بعد برید اونجا. اونجا نه دکتر و نه مهندس و نه اینا هیچ کدوم. اصلا من خودم مدیرامو وقتی میخواستم بگم انجینیر اولی اومدن تعجب میکرد، میگفت اسمم ویکتوره، حتی لاست نیمش من نمیدونستم. صاحب شرکت اصلا 400 تا ایمپلوی اون زمان پی انج توی کانادا که واقعا پی انج دنیایی بود برای خودش، میگفت بهم میگفت ویکتور، نه لاست نیم نه مهندس نه چیز کدوم. بابا تو ایران اینجوری نیست، گفت خودت اومدی اینجا زندگی کنی. لیتس گو. سرتیفیکیت رو همیشه چون نوشی ست جان اون سرتیفیکیت آخر رو پی ام پی رو من دارم میگیرم، تا یه حدود یک ماه و نیم دیگه میتونم بگیرم، میتونم بنویسم این پروسس.
آره هم باید بنویسید، هم این از این هست که میتونید اینو بیاری بالا اتفاق این چیزایی که خیلی این مهمه چون شما کوردینیتور اپلای میکنید تو کدوم قسمت بیارم؟ یه جایی اینجا یا تو من جا شما تو کوالیفیکیشن میارم چون این خیلی مهمه. اینجا هم اینجوری نه دیگه، اینجا اصلا جمله بندیش میکنید کامل. In process to getting the certificate of PMP مثلا یه جمله قشنگ توش میتونه بنویسه. حالا در هر حال دکتر من با این رزومه هر جای اپلای کردم اوور کوالیفای شده. والا حقیقت یه رزومه برای من فرستادی خود من نتونستم بخونم راستش رو بخوای. خب قدرش از کجا میشه اوور کوالیفای نشده چه اصلا تیک شده بخونه. اینم هست. چون اگر رزومه کاملا کلیر نباشه این هم خیلی تنبل هم رزومه کلیر نباشه سریع پسش بکنم یه نفر یه نتو بخون یا مثلا به من حوصله خوندنشو ندارم. درسته بله خیلی ممنون لطف کردیم. من فکر کنم یه رزومه دیگه داشته خواهش کنم اصلا سفر رو نمیدونم این آخرین رزومه که داریم نگاه میکنیم اگر تو نخونده باشیم شایدم اصلا باز کنم من رزومه رو شماره 9 رو چرا رزومه نهمی خب چرا میاد دوباره باز میکنه وارد اینو نگاه نکردیم با هم نه حسن ایشون آقای حسن دیگه نیستن ایشون تشریف ندارن؟ اول جلسه بودن الان نیستن تو سیستم. خب البته من حالا هستم. هستین شما؟ بله قربان. به به خب خدمتتون عرض کنم من حقیقت رزومه ها رو به خاطر اینکه نشستم که صدای شما رو بشنوم. خواهش می‌کنم آقای حسن. من حقیقتش به خاطر اینکه خدای نکرده سوء تفاهم پیش اومد تمام رزومه ها اسمشون رو عوض کردن نوشتم سامپل 1 2 3 4 که دیگه با همون ترتیب بیاریم جلو دیگه به سلام ترتیب دستمون رسیده بود ولی خدمت کنم رزومه شما حتی من فهمیدم شما سی وی فرستاده بود برای من درسته. چون 5 صفحه است ولی من تخصص سی وی ندارم ولی فرمت رو خیلی سریع خدمتتون میگم. خب این قسمت کردم با هم صحبت کردیم اینکه کلا باید اصلاح بشه میسینگ شما چه لنگویج مگه استفاده کردید که ارور میگیره ورد میگه که یه لنگویج استفاده کردن تو این که تو ندونیش. فکر میکنم که یا ایریال به حال قرار اینه که ما تمام اینا رو سعی کنیم همون فرمت فونتی که صحبت کردیم باشه چون الان ارور گرفت. فرض کنید اگر باز این برای هر کسی دیگه بره ارور اینجوری بگیره میبنده فایلو و نگرانه که نکنه ویروسی باشه. اینه که من فکر میکنم بهتره که الان درستش بکنیم. time new roman اوکی حالا اینو درستش بکنیم حالا تا بعد فونت رو هم بزنیم 10 فعلا تا بعدن درستش بشه. خب حالا قسمت اولا که من نمیدونم ابجکتیوتون چی هست اساسش رو بخواد چون اینجا ناقصی داره اینه که اول که خب به تب باید بدونیم که شما چی میگردید. دو حالا ادویکیشناتون اول آوردید اوکی شیاز یونیورسیتی. ببینید فرمت همیشه اینجوریه و حتی ایژوکیشن هم همینطور اول درسی که خوندی یعنی باید این پیشتی هم نه آخه اینجاست اول ارگانیک کیمستری اینو باید اول بیارید که من اینو خوندم. اینقدر طولانی نه چون اینقدر لازم نداره توی رزومه همین یکیش کافیه. البته میگم حالا اینو فرض گرفتیم شما دنبال کار اینداستریال میگردید چون برای سی وی دانشگاهی کاملا متفاوته. این جدول درست نشد؟ نه خیلی هیچ کنم جدول نه نیستش به چرا درست نشد؟ خب ارگانیک بعد اینجا شما دو تا حالت داری یا میتونی اینجا بزنی PhD off
همین کاری که کرده بودید اگه بخواید اینو اول نشون بدید که شاید بهترم باشه. خب بعد شیرازی یونیورسیتی، حالا اینکه دوست دارین ایرانو بذارید دیگه خودتون میدونید. نوامبر 2001 اینو باید بگین مثلا کی شروع شده، مثلا فرض کن 1998 مثلا، مثال میزنم تا 2001، چون خیلی زمان گذشته ماها دیگه خیلی مهم نیست، ادوایزر هم لازم نداریم. مشابه این برای مستر، مشابه این برای بچلرتون. حالا ورک اکسپریانس اینو حتی میگم، حالا ابجکتیو اینجا ورک اکسپریانس حالا اگه داشته باشید اینم هم مشابه همین، اول باید پوزیشنتون بیاد اینجا تا بعد جزئیات بده. بعد 2019 تا کی اگه ادامه داره پرزنتشو بزنید، اگه تموم شده که تاریخ بزنید. بله خدمت کنم مشابه همین اکتبر تا الان 6 ماه شده، بعد یه مقداری بیشتر توضیح بدید. 6 ماه دارین کار میکنین اینجا، اینجا خوب آوردید. حتی اگر مثلا فقط یه درس رو درس میدین توضیحات بیشتری بدین، چیکار کردین؟ خدمتتون عرض کنم که پرزیدنت شما رو ایران تدریس میکنید، الان ایران هستید؟ نه خیر اینجا هستم. پس چرا نمیشین پرزنت؟ یعنی چی الان تدریس میکنید آنلاین؟ نه در واقع این نباید باشه، درسته. اینم هم همینطور؟ بله اینا اشتباهی بوده که ما نه مشکل نداره، مشکل نداره، میخوام با هم حلش بکنیم، مشکل نداره. خب خدمتتون عرض کنم اینم هم همینطور، اینا مقداری گیج میشه در اولین، اصلا منظور شما چیه؟ نه تموم شده درستون، خب مثلا چیکار میکنید؟ خب National Study Center that's good. Award Prize that's gorgeous. Okay. Teaching experience. اگه برای کار اندستریال اپلای میکنید این خیلی چیز جالبی نباشه. اما اگه برای فکولتی ممبر پوزیشن باشه چی؟ کلن نه من تخصصش دارم okay. و نه این رزومه به دردون کار میخوره. باید فرمت یکیه ولی باید تمام جزئیات رو بنویسید تا خیلی بیشتر از اینه، چون باید 7-8 صفحه باشه. ورکشاپاتون هم همینطور، ورکشاپ is not bad ولی اونم نمینطور. این نیدم چه ایراد میگیره باید اسپلش اوکی. پابلیکیشن هم همینطور. این درد فقط چیز میخوره، آره دانشگاهی، ولی فرمده که کتاباتون به به عجب استادای خوب بود. ما در حقیقت کنار ما هستم و خوشحال باید بشیم. به به بسیار باید افتخار. من اگه بخوام یه چیزی اضافه کنم، این آقای دکتر حزرخانی یکی در حقیقت سرپرست نویسنده های کتاب های درسی از سال اول دبستان تا دوازدهم هزار، همه کتاب های درسی ما رو ایشون نوشتن اصلا. به 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 آقای کم آسان تر بگین تو رو خدا، این بچه ها اذیت میشن. هرچه فریاد دارید بستر من بزنید. حالا که دیگه آخر کلاس هست خدمتتون عرض کنم که من زمانی که ایران بودم همه نمراتم 20 بود، به غیر از چند تا درس که نشوننده هوش بسیار پایین من بود، یکی عربی یکی دینی. خب دیگه این دوتا همیشه من تجدید می شدم. این معلم عربی می گفت بابا تو ریاضیت 20ه، نمیدونم زبانت 20ه، فیزیکت فلان، همین رو بشین بخون. گفتم بابا خوشم نمیاد، چه کار چه کنم؟ علاقه نباشه نمیده. اصلا حاضر نبودم، این دوتا تو کت من نمیرفت، واقعا تو کت من نمیرفت. بعد یه روز معلم دینیمون که با معلم عربیمون دوستشون دقیقا یک معلم بود، یه روز من کشید کنار که میدونی بایم چی که وقتی بخوای از اینجا فارغ تحصیل شی باید اینا رو یاد داشته باشی، پاس کنی، مجبور بخونی دیگه، تو کتت کن، هر کار میخوای بکنی بگم باید بخونی. آخر سر به زور دیگه من قد بچه ها کمک کردن، گفتم بابا چیکار کن. یه فعل عربی رو میخواد بگه 500 چنان 156 تا مشتق داشت، بابا ولمون کن تو رو خدا، اصلا ما کجامون عربی بوده.
3000 سال ایرانی بودیم. حالا بگذریم. آقا خوشحال شدیم. به هر حال مرسی از همه دوستان. امیدوارم مفید بوده، مفید باشه. هست، ممنونیم. شما خیلی لطف کردید. خواهش میکنم. به هر حال ببخشید ما وسط کار دیگه کافی خوردیم. واقعا دیگه دوپینگ باید بکنیم. کارش نمیشه کرد. سپاسگزاریم. مرسی خیلی ممنونم از هر عزیزان. متشکرم، خیلی زحمت کشیدید. خسته نباشید. مرسی، ممنون، عالی بود. خواهش میکنم موفق باشید. خدافظ. خیلی ممنون. خدافظ. خواهش میکنم. فقط ببخشید جلسه بعدیمون کی هست دکتر؟ احتمالا میذاریم سه شنبه به شرطی که دوستان رو رزومه هاشون کار بکنن تا رزومه های بعدی بیاد. دوستانی که الان فرستادن که دیگه باشته باشیم بعدها، ولی رزومه های جدید اگه اومد، اگر نمیریم بحث های دیگه مطرح میکنیم. سه شنبه خدا بخواد. مرسی. قربون ما بچه ما. ممنون از بابت شما. خدا. خواهش خدا.